حالا چند تا نکته همون بخش همیشگی ما خب اولا اینکه بدونید موکوز یک ماده است در حالی که قشای موکوزی همونطور که گفتم یه بخشی از قشای پوششی دیگه یه بخشی از بافت پوششی دیگه پس چیه یه بافته یک بافت درسته نکته دومی که میخوام خدمتون ارز کنم بچه اینه که از بین بافت پوششی که ما اشاره کردیم خب سنگفرشی مکبی استوانی و, و سنگفرشی چند لایه در واقع بافت سنگفرشی یک لایه سنگفرشی یک لایه و اه بافت مکعبی و همینطور بافت سنگفرشی چند لایه یعنی کلا سنگفرشیه دیگه در واقع در دسته این قشای موکوزی قرار نمیگه اما یه چیزی بچا کل سنگ فرشی چند لایه نیستن که تو این دسته قرار نمیگیرن در واقع باید اینو براتون مشخص کنم که سنگ فرشی چند لایه چی موجود در سطح پوست پوست اینا در دسته قشای موکوزی قرار ندارند دقت کنید این هم یه نکته خیلی مهم بود و البته من اینجایش بگم بچه در واقع ما اینجا گفتیم که مجاری ادراری جزء قشای مکوزی هستن اما اینجا گفتیم که مکعبیا که همون نفرون هستن جزء مکوزی نیستن قشای موکوزی تکلیف چیه خب بچه تکلیف اینه که شما حواستون باشه که این مکعبیا مال نفرون هم و نفرون جزء مجاری ادراری محسوب نمیشه نفرون چیز جداییه نفرون داخل کلی هست مجاری ادراری نیست نفرون ها مکعبی هستن و قشه مکوزی نیستن جز قشه مکوزی نیستن اما مجاری ادراری جز قشه مکوزی هست این رو دقت داشته باشی